درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. وبسایت واشنگتن فری بیکن از احتمال آزادسازی حداقل 10 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران خبر داد. بنابر گزارش این وبسایت آمریکایی محافظه‌کار، دولت بایدن ممکنه روز سه‌شنبه معافیت‌هایی رو تصویب کنه که به جمهوری اسلامی اجازه میده به حداقل 10 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده قبلی در عراق دسترسی داشته باشه. این پول با خرید برق و گاز ایران از سوی عراق ارتباط داره. دولت ترامپ اجازه داده بود که عراق بخشی از برق و گاز خودش رو از ایران تامین کنه به شرطی که پول اون در صندوقی امانی محفوظ بمونه. دولت بایدن نیز این معافیت رو تمدید کرد، اما در اواخر تیر ماه بود که به عراق اجازه داد به مدت 120 روز این پول رو در بانک‌های خارجی نگه داره تا جمهوری اسلامی بتونه تحت نظارت آمریکا برای مصارف بشردوستانه استفاده کنه. حالا با سر آمدن زمان این معافیت تحریمی، این احتمال وجود داره که دولت بایدن این پول رو مانند 6 میلیارد دلار آزاد شده پیشین به طور کامل در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. سردار سلامی با بیان اینکه ساختمان اصلی قدرت ما ناپیداست و در تحریم دشمنان به قدرت رسیده ایم گفت دشمن می‌خواهد ما متوقف شویم، اما امروز قدرت ما از توان کنترل و مقابله دشمن عبور کرده است. ما تبدیل به یک قدرت شدیم، قدرتی که امروز توسط پیشرفته ترین ارتش‌های عالم در هزاران مایل آن سوی سرزمین ما به رسمیت شناخته می شود. جغرافیای تأثیر ما رشد کرد. ما به یک واقعیت، به یک ضلع از هندسه قدرت در منطقه و جهان تبدیل شدیم. ما می توانیم قدرت تولید کنیم. ما مصرف کننده قدرت دیگران نیستیم. در همین رابطه یک تحلیلگر نظامی آمریکایی میگه که با توجه به مناقشات بزرگ فعلی در اوکراین و اسرائیل، قوه عاقله دولت آمریکا هنوز به این نتیجه ساقط کردن حکومت ایران از طریق حمله نظامی نرسیده، هرچند میدونن سر افعی مشکلات منطقه در تهرانه. در این تحلیل گفته شده که احتمالاً دولت آمریکا به این سناریو فکر می‌کنه که رژیم ایران به زودی از طریق اعتراضات و درگیری‌های داخلی حکومت با مردم ساقط خواهد شد و نیازی به هزینه کردن غیر ضروری منابع مادی و انسانی در این منطقه نیست. اما در یک سناریو یا پلن دوم، آموزش و گسیل نیروهای سنی طالبان و القاعده به ایران که دشمنان بالقوه حکومت شیعه ایران هستند، به عنوان نیروهای زمینی و پشتیبانی هوایی و موشکی گسترده از اونا قرار داره که در صورت لزوم و دخالت بیشتر مستقیم یا غیر مستقیم رژیم ایران در نبرد غزه، این پلن با کمترین هزینه تلفات انسانی برای آمریکا اجرا خواهد شد. بخش‌های مختلف پلن دو از نظر این تحلیلگر عبارتند از سازماندهی و گسیل نیروهای ضد شیعه در کشورهای اطراف ایران و تسلیح عوامل نفوذی اونا که قبلا در پوشش مهاجرت اجباری در ایران ساکن شدن و شروع عملیات زمینی از طریق نیروهای نیابتی آمریکا و پوشش و پشتیبانی گسترده عملیاتی و هوایی توسط آمریکا و نابودی فوری همان 24 ساعته زیرساختای اتمی، نظامی و سیاسی ایران از طریق حملات پهپادی و موشکی همزمان با شروع عملیات زمینی، یعنی 52 مرکز اصلی، همچنین پشتیبانی رسانه‌ای، لوجستیکی و نظامی از قیام مردم ایران و ناراضیان و مخالفان حکومت همزمان با شروع بحران، پیشبینی تشکیل یک دولت گذار برای اداره موقت امور ایران پس از سقوط حکومت فعلی تا هنگام برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع حکومت و سایر اقدامات لازم. ببینید دوستان، همین دلایل نشون میده که آمریکا همه چیز رو مفت میخواد. این در حالیه که جهان عوض شده و هزینه داره.
20 سال پیش میتونستن حکومت جمهوری اسلامی رو به سادگی ساقط کنن که نه توان موشکی، نه پهپادی و نه نیابتی بدین شکل بود. طالبان و غیره هم نمیتونن به جمهوری اسلامی آسیب بزنن و جمهوری اسلامی میتونه بیشترین هزینه به آمریکا بعد از جنگ دوم رو وارد کنه. ما موشک‌های سوپرسونیک رو برای کروز دیدیم که توی مثلا برد 300 کیلومتر و انشالله به زودی هم کارش انجام خواهد شد. و یک سوال کوتاه، پیشبینیتون از زمان رونمایی موشک‌های سوپرسونیکی که اشاره کردید کی خواهد بود؟ اینها چند تا فاز داره. فاز اولش به نظر میاد که انشالله امسال بتونیم این کار رو انجام بدیم که برد کمتری داره، و فاز بعدیش انشالله برای سال آینده است. آمریکا 20 سال پیش ملاها رو ساقط نکرد چون همه کارهای این ابلها در راستای منافع آمریکا بود. ایجاد آشوب در منطقه و پناه بردن کشورها به دامن آمریکا، فروش سلاح به کشورها و منافع کارخانه های اسلحه سازی، تضعیف نقش ایران در اقتصاد و نظم منطقه با اقدامات ابلهانه. واقعا شما به من بگید چرا باید ساقطشون میکردن؟ تازه این در حالیه که همه دنیا میدونن سپاه یکی از بزرگترین کارتل‌های مواد مخدر در اروپا و آسیا است. و اگر یادتون باشه چند وقت پیش هم محموله بزرگی کشف شد که مشخص شد برای حسن نصرالله بوده. کانتینرهای مواد مخدر رو با همکاری طالبان در مرز شرقی سپاه تحویل میگیره و در مرز غربی تحویل عوامل اردوغان جهت ارسال به سراسر اروپا میدن. در لبنان و سوریه تولید مخدر روانگردان کردن و به سراسر دنیا صادر کردن. در داخل هم با پخش گسترده مواد جوانان کشورمون رو به دام اعتیاد، فساد و فحشا کشوندن تا نسبت به جنایات رژیم و مسائل کشور بی تفاوت باشن. یک نفرشون اینا شکل و استایل یک نظامی رو دارا نیست، ثروت‌اندوزی و شکم پروری در ذاتشونه. جوانان کشورمون رو از کربلای چهار تا مدافعان حرم با بیخردی و نادانی با وعده پوچ و خیالی بهشت به کشتن دادن. این جماعت به شدت حرامزاده هستن، اما نکته قابل توجه اینه که این سرداران سپاه بسیار ترسو هستن. کرار اقدامی که انجام داد و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت که این بود که کرار مجهز است به موشک هوا به هوا، و کرار قادر است که اهدافش رو در آسمان پیدا کنه، دنبال بکنه و قفل راداری روش داشته باشه و با موشک مورد اصابت قرار بدهد. این یک دستاورد بسیار ارزشمندی است که در این رزمایش پهپادی به معرض نمایش گذاشته شد، و اگر دشمنان نسبت به این حساس هستند میشه گفت حق دارن. و حالا برگردیم به موضوع ویدیو در مورد حمله خارجی که به نظر من برای براندازی فقط در سه صورت میتونه سودمند باشه. اول، حمله گسترده زمینی به سبک حمله عراق 2003 در کار باشه که به دلایل متعدد احتمالش بسیار اندکه. دوم، نیروهای برانداز روی زمین ارتشی آماده داشته باشن و مثلا آمریکا با پشتیبانی نزدیک هوایی و بمباران مراکز خاص سرکوب به پیروزی این نیروها کمک کنه، یعنی به سبک لیبی. سوم، حذف فیزیکی افراد خاص نظامی و سیاسی و زدن مراکز ویژه حکومتی به گونه ای که ابهت نیروهای نظام را در پیش چشم خودیا و مردم فرو بریزه و عاملی برای ریزش های احتمالی باشه، مدل قاسم کتلت. و این در حالیه در جایی مثل ایران که اکثر مردم از حکومت پشتیبانی نمی کنن، زدن زیر ساختا و اونم در زمانی که نیروی نیست که روی زمین علیه حکومت بجنگه، تنها فایدهش برای اون کشور خارجی فلج سازی رژیم و تضعیف توان تهاجمی جمهوری اسلامی برای حمله به اون کشور یا نیروهاش در منطقه است. ببینید دوستان، در این شرایط به نظر من اگر حمله نظامی هم در کار باشه، در وهله اول با هدف عقب انداختن سرهم کردن اجزای بمب که شامل تاسیسات غنی‌سازی، موشکی نظامی، مراکز خاص زیرزمینی و زاغه‌های با حفاظت غیرعادی. پس تارگت‌های اولیه اینا هستن، نه سد و پالایشگاه و بندر و راه آهن. و زمان خریدن برای حمله همه جانبه جزو مهمترین است.
این در حالیه که والستری جورنال امروز هشدار مقامات اسرائیلی رو منتشر کرده که احتمال وقوع یک نبرد تمام عیار با لبنان افزایش یافته و نوشته که همه گزینه ها روی میزه، چون نیروهای فلسطینی در لبنان گفتن روز یک شنبه راکت هایی رو شلیک کردن که به عمق شمال اسرائیل رسیده. مقامات اسرائیلی مدعیان که این حملات موشکی با تایید حزب الله لبنان انجام میشه. بحث موشک های هایپرسونیک اشاره کردی، خب این یکی از پیشرفته ترین موشک های آلاوازه، بحث های موشک های هایپرسونیک تو بحث پدافندش های ما سامانه یا فناوری داریم که مقابله کنه با بله. خب مستظر هستید، موشک های هایپرسونیک از قابلیت های جدید آفندی هستش. خب در هم دشمنان ما به این قابلیت خدمت شما عرض کنم که الان دسترسی دارن، همین که در کنار همه تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و بر علیه صنایع دفاعی ما ایجاد شده، الان نیروهای خدمت شما عرض کنم که دفاعی در صد کشورم به این قابلیت خدمت شما عرض کنم که دست پیدا کردن. همونطور که خدمت شما عرض کردم، این که من میخوام خدمت شما عرض کنم که ما الان میتوانیم 100% این تهدیدات رو شناسایی کنیم، 100% با اینا مقابله کنیم، این حرف شاید یک حرف غیر منطقی و به دور از واقعیت باشه، ولی اقدامات خیلی خوبی شده. ما در فاز شناسایی الان توانمندی شناسایی داریم، در فاز تمام شناسایی این که ما تهدیداتی که با در حوزه سرعت‌های هایپرسونیک، سرعت‌های بالا دارن پرواز می‌کنن، ما بخشی از تجهیزات و امکانات اختصاصی نیروی پدافند هوایی که یه بخشش بخش ظرفیت‌های چند سال گذشته ما است، یه سری بخش هم ظرفیت‌هایی که جدیداً وارد نیروی پدافند هوایی شده، ما قابلیت کشف این تعداد داریم. با برخی از انواع خاص این موشک هم قابلیت مقابله هم داریم و الحمدلله هم صنایع دفاعی کشور در قالب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که تامین کننده یک بخش از نیازمندی‌ها و ابزارهای دفاعی برای نیروی پدافند هوایی است دارن کار میکنن، و همین که ما هم در سازمان جهاد خودمون غافل نشدیم، از ابزارهای موجود خودمون داریم استفاده میکنیم، داریم بروزرسانی میکنیم، تکنولوژی روز داریم وارد سامانه هامون میکنیم که انشالله من فکر کنم در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم با قاطعیت میگیم که هم در بحث کشف و هم بحث درگیری از توانمندی ویژه‌ای در این حوزه برخوردار میشیم. در همین رابطه جردن پترسون معتقده 3 ماه دیگه نوبت رژیم تهران خواهد رسید. او میگه ابتدا حماس، بعد حزب الله، بعد که خیال اسرائیل از اطراف راحت شد، نوبت حذف آخونداست. ببینید دوستان، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 24 ژانویه است، روزی که سنا رئیس جمهور رو قانونی اعلام میکنه. این میتونه نقطه اوج این شاهکار زنده ی حال حاضر دنیا باشه. و آیا شما فکر میکنید که اسرائیل تا 24 ژانویه صبر میکنه یا نه؟ و در همین رابطه به این تصاویر دقت کنید که پارلمان در عمق غزه توسط تیپ جنگنده اسرائیل تسخیر شد و نمایندگان حماس هم در سوراخ موش شهرها پنهان شدند و طبق اخبار رسیده بیروت و پاستور تهران آماده باشه کاملا. تمام کانال های سپاه لال شدن بابت ورود ارتش اسرائیل به پارلمان حماس در غزه. این شوک بزرگ به بیت خامنه ای و مزدورانش بود. برای همین خامنه ای که حالا 100% براش مشخص شده که به زودی توسط مردم ایران سرنگون خواهد شد، دست به حیله زده. این فیلم رو ببینید. زن و لباس های مجاهدین خلق خیابون تو چه چراغ قرمز. تعدادی از فاتی کمانده های زیرخواب آخوندا به دستور مستقیم بیت علی خامنه ای وارد خیابونا شدن که اینگونه وانمود کنن که اگر آخوندای غارتگر فاسد و جنایتکار توسط مردم سرنگون بشن، این مجاهدین خلق هستن که کشور رو به دست خواهن گرفت. این احمق ها نمیدونن که شاهنشاه رضا پهلوی از همینک به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب شده و پس از آن مردم در پای صندوق های رأی سرنوشت خودشون رو انتخاب میکنن. رضا شاه دوم به عنوان نخستین میراثدار تا بازگشت پادشاهی رو رقم بزنه معرفی شده. سامانه پادشاهی باید برگرده تا قراردادهای سنگین تجاری دوران شاهنشاهی آریامهر زنده بشه. ببینید دوستان، شاهنشاه
همیشه رضا پهلوی یک بنیانگذاره. میدونید یعنی چی؟ یعنی او برای اجرا باید اول پادشاه باشه. به نوعی او داره سلسله نوین پهلوی رو میسازه، یعنی نظم نوین جهانی برابر با نظم نوین پادشاهی. آنچه شاهنشاه رضا پهلوی در آینده طلایی ایران میبینه صرفاً به معنی سیستم پادشاهی موروثی نیست و به همین دلیل عبارت نوین در صحبت‌های مکرر او نیز برای طرفدارانش عبارت جدیدی تلقی میشه. و جان کلام این که اروپا و غرب به ما بدهکارن، سهام‌های خریداری شده توسط شاه بزرگترین دلیل حمایت از جمهوری اسلامیه. ببینید تمام کشورها شاه سهام خرید، از مترو سوئد تا بنز و آودی و غیره تا 35% سهام بورس آمریکا. تمام دنیا ما زمین و ملک و املاک داریم، شاه اینا رو ملی کرده که با شورش 57 و تغییر نوع حکومت همه مصادره شد. اگر ما برگردیم به سامانه پادشاهی میتونیم با سود پس بگیریم این پولی رو که آخونده دارن بالا میکشن. و در آینده این موتورها ماهوارهای زیادی رو به فضا در واقع اعزام خواهند کرد. سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. دوستان گرامی، این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره. لطفاً محبتتون رو از ما دریغ نکنید. فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد. روز و روزگارتون خوش. جاوید شاه تا ابد.